محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن ما رو همراهی میکنند. شاید انتظارها این بود آقای عبدی که باربی و اوپنهایمر کمی نزدیک به هم حرکت بکنند، در این مراسم جوایزی رو به دست بیارن، اما باربی فقط دو جایزه تونست به دست بیاره، در حالی که اونطوری که حالا قابل پیش بینی بود اوپنهایمر جوایز خیلی زیادی برد. در چه زمینه های این فیلم برنده جایزه شده؟ بله، میشه گفت همونطور که اشاره کردین اوپنهایمر برنده در واقع اصلی ماجرا بود که 5 جایزه رو برد: بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر مرد مکمل و بهترین موسیقی. و بازنده اصلی ماجرا در واقع باربی بود که در 9 رشته کاندید شده بود و همه گمان میکردن که جوایز رو حداقل در برخی از اونها رو به دست بیاره، اما نتونست و این اتفاق نیفتاد. در مورد اوپنهایمر خب میشد حسد، در واقع تمام گمان زنی ها بر همین استوار بود که این فیلم جوایز اصلی رو درو خواهد کرد. البته من شخصا معتقد بودم و فکر میکردم، یعنی امیدوار بودم که فیلم اسکورسیزی این کار بکنه، برای اینکه در انتخاب های منتقدان، انجمن های منتقدان و همینطور مجله سایت انسان، فیلم اسکورسیزی بود که جایزه در واقع عنوان بهترین فیلم رو به دست آورد. در اینجا من فکر میکردم که این اتفاق بیفته و در نهایت سینما بر صنعت سینما، یعنی هنر سینما بر صنعت سینما غلبه کنه، اما این اتفاق نیفتاد و فیلم اوپنهایمر که بیشتر به نظرم از جهت صنعت سینما ارزش داره و نه هنر سینما، جوایز اصلی رو درو کرد. در واقع مشکلم با این فیلم به عنوان یکی از مخالفین سرسخت اوپنهایمر که هم به زبان فارسی و هم انگلیسی علیهش نوشتم اینه که فیلم به درون شخصیتش نفوذ نمیکنه و بیشتر به حواشی میپردازه که خب هر تکنسین دیگه میتونست این قصه رو به همین شکل روایت کنه و البته نولان تکنسین درجه یکی، از جهت فنی فیلم خب درجه یک و فوق العاده است، ولی از جهت نگاه مؤلف و نفوذ به درون در واقع کاراکتر اصلی به نظر من به جایی نمیرسه. اگه بخوایم به فیلم‌ها و سریال‌های دیگه نگاه کنیم آقای عبدی که امسال جایزه بردن، چه مواردی به نظرتون هست؟ در کمال تعجب مخلوقات بیچاره جایزه بهترین فیلم موزیکال یا کمدی رو برد که فیلم فوق‌العاده‌ای به نظر من بهترین فیلم امسال ساخته یورگوس لانتیموس، و همینطور اما استون جایزه بهترین بازیگر زن رو برد در همین فیلم که اون هم خارق‌العاده است. هر دو به نظر من جوایز درستی بودن. این دو موردی بودن که میشه گفت باربی رو شکست دادن، هم در بهترین فیلم و هم در بهترین بازیگر زن که خیلی‌ها فکر می‌کردن مارگو روبی جایزه رو خواهد گرفت، اما ما استون واقعا فوق‌العاده بود در مخلوقات بیچاره. در واقع میشه گفت که اسکورسیزی فیلمش خب موفقیتی نداشت، فقط بهترین بازیگر زن رو برد در بخش درام که خب به نظر من حداقلش حقش بود که جایزه بهترین کارگردان رو بگیره و این از اتفاقایی بود که در واقع دلچسب نبود در شب گذشته. و در نهایت فیلم جوستین تری هم دو جایزه مهم برد که اونم از بهترین فیلم‌های امسال تشریح یک سقوط که جایزه نخل طلای کن رو برده بود، جایزه بهترین فیلم خارجی زبان رو برد و بهترین فیلم نامه رو که به نظر من اون هم درست بود، کنکاش دقیقیه در مسئله قضاوت. سپاسگزارم از توضیحات شما محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم که از لندن ما رو همراهی می‌کردید.